همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در یکی دیگر از بخش های سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. همیهنانی پرسیدند که در چه روزهایی من در این تلویزیون برنامه دارم؟ برنامه زنده من یا برنامه های زنده من در این روزهاست. روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 تا 10:30 شب به وقت تهران، 10 تا 11 به وقت غرب ایالات متحده آمریکا. روزهای چهارشنبه باز در همین ساعت 9:30 تا 10:30 شب در تهران و 10 تا 11 بامداد، شاید اشتباهی گفتم در بخش نخست شب، بامداد در غرب آمریکا. و در روزهای آدینه دو ساعت برنامه پی در پی هست، یکی برنامه یک کلمه و دیگری برگی از تاریخ. البته برگی از تاریخ نخست و سپس یک کلمه. اینها از ساعت 8:30 شب به وقت تهران آغاز می شود به مدت دو ساعت و ساعت 9 بامداد در غرب آمریکا، لس آنجلس، دو ساعت برنامه است. یعنی روی هم رفته 4 ساعت برنامه های من در این تلویزیون هست در هفته، که گاه و بیگاه به دلیل سفر یا گرفتاری های دیگر بخش های از برنامه تکراری پخش می شود. این که از شما پوزش می خواهم. اما همه این برنامه ها آرشیو می شود، هم در فیسبوک بنیاد آینده و هم در کانال تلگرام خود من، کانال تلگرام یک کلمه با محمد امینی. اگر به فارسی این رو بنویسید، یک کلمه با محمد امینی، در کانال تلگرام این کانال رو خواهید یافت. نشانی این کانال هم در زیر این برنامه آمده. خب بپردازیم به یک کلمه امروز. یک به یاد دارم که چند سال پیش از درگذشت نابهنگام زنده یاد داریوش همایون، از دوستان نیک من در سالهای پس از انقلاب با هم آشنا شدیم، خیلی پس از انقلاب، و یک پیوند دوستی بین میان ما ایجاد شد. با اینکه از دو خانواده سیاسی گوناگون بودیم، ولی این دوستی به راستی دوستی بسیار بسیار خوبی بود و من به راستی ستایش می‌کردم دیدگاه های ایشان رو، و ایشان هم برای من احترام قائل بودند و ما خیلی با هم دوست بودیم. یک به یاد دارم تا پیش از این که، یعنی خیلی چندین سال پیش از درگذشت نابهنگام ایشان، یک گفتگویی داشتیم در یک برنامه، در یک نشستی، گمان میکنم در شهر واشنگتن بود، درباره جمهوری یا پادشاهی. خب ایشان میدانید که طرفدار بازگشت پادشاهی به ایران بودند. آقای داریوش همایون از کارکنان بلندپایه و بسیار بسیار خوشفکر رژیم گذشته ایران، رژیم دوران محمد رضا شاه، در دهه پایانی این حکومت بودند، حتی در حزب رستاخیز، و جایگاه برجسته‌ای در دولت گذشته ایران داشتند. خب ایشان طرفدار پادشاهی بودند و من هوادار جمهوری، اما درباره دموکراسی و بسیاری از ارزش‌های دیگر با هم همسو بودیم. و چه نیک خواهد بود اگر در آینده ایران و امروز ایران ما بتوانیم از خانواده‌های فکری گوناگون با هم دوست باشیم، با هم زندگی کنیم، ولی در سپهر سیاست درگیری داشته باشیم و دیدگاه‌های گوناگون رو برای کشورمون پیشنهاد کنیم و بجوییم و اجازه بدهیم که مردم در یک دموکراسی این راهکارها رو برگزینند. بر روی ایرادی که ایشان می‌گرفتند بسیار بجا بود. می‌گفتند که شما که جمهوری خواستید و می‌گویید که پادشاهی در ایران پادشاهی خودکامه بوده، این هم نشان جمهوری اسلامی در این سال‌ها به وجود آمده. فکر می‌کنم دوران به اصطلاح ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود، نمی‌دانم دور نخست یا دور دوم، ولی به هر حال در دوران آقای احمدی نژاد بود. ایشان به درستی اشاره می‌کردند که این هم جمهوری، ما در پاکستان جمهوری داریم، در ایران هم جمهوری داریم، این جمهوری‌ها صد بار خودکامه‌تر و بدتر از پادشاهی‌ها در سوئد و دانمارک و بریتانیا و کشورهای دیگر هستند.
درست هم میگفتند. یعنی سخن ایشان کاملا درست هست. ما در دنیای امروز پادشاهی هایی داریم مانند امپراتوری ژاپن یا پادشاهی دیرین بریتانیا یا دانمارک یا سوئد و کشورهای دیگر که اینها کشورهای کاملا دموکراتیک هستند. پادشاه یا ملکه در این کشورها جایگاهی در سیاست ندارند، بیشتر جنبه تشریفاتی دارند. در مورد بریتانیا باید گفت افسون بر تشریفاتی، پادشاهی بریتانیا بیشتر جنبه توریسم دارد و درآمد برای این کشور تولید میکند. مردم میروند که گارد کاخ باکینگهام رو ببینند و خب فلان پرنسی که ازدواج میکند، فلان شاهزادی که همسری برمیگزیند، کسی زاده میشود در این خانواده پادشاهی، مردم در سر تا سر جهان دنبال میکنند و این درآمد داره برای این کشور بریتانیا. و در همین دوران هم جمهوری هایی داریم که مانند جمهوری ایران، جمهوری سوریه، جمهوری کره شمالی که این جمهوری ها به راستی جمهوری نیستند و صد بار بدتر از هر خودکامگی پادشاهی هستند. این است که من امروز میخواهم با شما در راستای سیاست اما نگاهی به تاریخ سیاسی دنیا گفتگوی داشته باشم درباره این پدیده جمهوری و پدیده پادشاهی و گرفتاری هایی که امروز خاورمیانه با اون روبروست و کشور ما هم بخشی از این گرفتاری است و به اون خواهم پرداخت. اگر شما تاریخ رو بازبینی کنید، خب چیره ترین صورت فرمانروایی در تاریخ بشر پادشاهی بوده، در این جای گفتگو نیست و کشور ما هم ایران یکی از کهن‌ترین ساختارهای پادشاهی جهان رو داشته از دیرباز. پادشاهی هم به این مفهوم است که کسی پادشاه می شود، شاه می شود و فرزند او یا یکی از بستگان او یا یکی از کسانی که او برمی‌گزیند به جای او پادشاه می شود. این صورت چیره در تاریخ بوده. در دوران از دوران هخامنشی بیایید به دوران پس از اسلام، مسلمانان هم که ایران رو، مسلمانان عرب هم که امپراتوری ایران رو شکست دادن، امپراتوری ساسانی رو، اگرچه سخن از اسلام می بردند اما برای فرمان روایی و اداره این سرزمین بزرگی که امپراتوری اسلامی شناخته می شد و از مرز هند تا اسپانیا پراکنده بود، ساختار پادشاهی ایران رو پذیرفتند چون روش دیگری نداشتند. اونها از یک سرزمین فرودستری از لحاظ ساختار فرمانروایی به این امپراتوری ایران آمده بودند و برای اداره این سرزمین ایران که پیشروترین بخش فرمانروایی اونها بود، راهی جزی نداشتند که همون مدلی رو بر بگزینند که در این کشور وجود می داشت. هم دولت اموی و هم دولت عباسی، اینها هم اگرچه نام اونها خلیفه بود، اگرچه به نام خدا و اسلام فرمان روایی می کردند، راستی این است که پادشاهی دوران ساسانی رو پذیرفتند. یعنی در دولت اموی و در دولت عباسی خلافت از پدر به پسر می رسید، در چند مورد هم از پدر به برادر رسید، ولی روی هم رفته یا از کسی به برادر رسید، اما روی هم رفته همان مدل پادشاهی دوران ساسانی بود. یعنی فرزند پسر، فرزند کلان پسر یا پسر فرزند بزرگتر پدر به جای پدر به پادشاهی می رسید. این رسمی بود که وجود می داشت. در دوران ساسانیان از این هم فراتر بود، خیلی دموکراتیک تر به اصطلاح بود. یعنی شاه کسی رو پیشنهاد می کرد و یک گروهی از بزرگان کشور این پیشنهاد شاه رو بازبینی می کردن و می پذیرفتن.
همواره همین گونه نبود که پادشاهی به پسر ارشد یا پسر بزرگ برسد. ما داشتیم در دوران ساسانی که دختر به پادشاهی رسیده، به شاهی رسیده. اما به هر روی در دوران اسلامی این روش پیشین رو دنبال کردند. همین هم در دوران دولت‌های ایرانی پس از اسلام به وجود آمد، از دولت طاهیان گرفته تا دولت زودگذر صفاری گرفته تا دولت سامانیان و سرانجام دولت غزنوی و سلجوقی و دیگر دولت‌ها، همه اینها بر راه و روش تاریخی که در دنیا وجود می‌داشت و ایران یکی از نمونه‌های برجسته آن بود، بر این روش فرمان روایی می‌کردند. در دوران پس از آمدن اعراب مسلمان یک عنصر تازه‌ای وارد فرمان روایی سیاسی ایران شد، آن عنصر ایلی بود. یعنی در ساختار فرمان روایی دسته های ایلی که در درازای چند دهه صده به ایران کوچیده بودند، رفته رفته در سامان دادن به فرمان روایی جایگاه برجسته‌ای پیدا کردند و بیشتر این دولت های پس از اسلام هم در ایران دولت های برآمده از ساختار ایلی بود، از جمله غزنویان و سپس سلجوقیان. یک تیره ایلی چیره می شد، دسته های دیگر ایلی رو تابع خودش می کرد و پادشاهی رو در میان اشراف همون ایل ماندگار می کرد. تا اینکه ما به دوران مدرن رسیدیم. پیش از فرا رسیدن دولت دوران مدرن، فرایندی آغاز شد که پایگاه اون در انگلستان بود، با نوشتن ماگنا کارتا، سند حقوق ویژه‌ای که در اون هنگام اشراف از پادشاه گرفتند. یک نظام پارلمانی، نطفه نظام پارلمانی در بریتانیا، در انگلستان این گونه پدیدار شد که پادشاه یک امتیازی داد به اشراف، که اشراف بر پایه این بیله حقوق یا ماگنا کارتا بتوانند شاه رو مهار کنند. این ماگنا کارتا بارها دستخوش دگرگونی شد، بارها پادشاهان کوشش کردند در انگلستان که این رو زیر پا بنهند، ولی روی هم رفته ماگنا کارتا تواناتر شد و سرانجام از دل ماگنا کارتا دموکراسی های مدرن، ساختارهای دموکراتیک و نظام پارلمانی بیرون آمد و نخستین جمهوری برآمده از این حقوق فردی در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. 200 و نزدیک به 250 سال پیش، کمتر از 250 سال پیش، این نخستین جمهوری بود که مردم رو بر سرنوشت خودشون چیره کرده بود. البته همین جمهوری هم از خوش دگرگونی های زیادی شد. در آغاز کار همه شهروندان دارای حقوق برابر برای رأی دادن نبودند، سیاهان دارای حقوق برابر اصلا حقوقی نداشتند، زنان دارای حق رأی نبودند. ایالات متحده آمریکا در 100 سال پیش بود که به زنان حق رأی داد، درست 100 سال پیش. و پیش از اون در 1870 به سیاهان حق رأی داد. بگذاریم که این دادن حق رأی به سیاهان که پیش از زنان بود، دگرگونی در زندگی اونها ایجاد نکرد و همچنان تا میانه سده 20 تیرپوستان، آفریقایی تباران آمریکا به طور واقعی حقیقی از رأی دادن محروم بودند. یعنی از اون در برخی از ایالات آمریکا، از جمله در جنوب آمریکا، جلوگیری می‌کردند از اینکه اونها به راستی دارای حقوق برابر باشند، با کارشکنی‌ها و قوانین محلی و کارهای دیگری که وجود می‌داشت. هنوز همین روش تا حدودی در آمریکا وجود داره، اما به گونه‌ای بسیار بسیار کم رنگ‌تر از گذشته. بنابراین ما در دوران مدرن با زایش پدیده جمهوری روبرو شدیم. اما افزون بر زایش پدیده جمهوری، پدیده بسیار بسیار مهم دیگری شکل گرفت و اون پذیرش حقوق مردم و حقوق فردی و فرایند انتخابات برای شکل دادن به دولت‌ها در ساختارهای پادشاهی بود. از ماگنا کارتا آغاز شد. ماگنا کارتا تنها
حقوق اشراف رو پذیرفته بود، ولی رفته رفته این حقوق اشراف پس از 500 سال گسترش پیدا کرد، به حقوق عمومی تبدیل شد و مردم این توانایی رو یافتن که نخست وزیر در نظام پارلمانی پادشاهی انتخاب کنند، یعنی پارلمان برگزینند و پارلمان یک نفر رو به عنوان نخست وزیر برگزینند. و این در بریتانیا کهن‌ترین مدل چنین رفتاری در دنیاست، یعنی در انگلستان آغاز شد و بریتانیا که در برگیرنده انگلستان و اسکاتلند و از اون فراتر دولت پادشاهی متحد که ایرلند و ویلز رو هم در بر میگیره و یک زمانی یک دولت استعماری بزرگی در جهان بود، نخستین و استوارترین ساختار پارلمانی پادشاهی رو در جهان به وجود آورد که در اون شاه یا ملکه یا کسی که در جایگاه شاه نشسته است دارای حقوق سیاسی نیست، بلکه او یک نقش تشریفاتی و متحد کننده کشور رو داره و در جنگ جهانی دوم به ویژه این نقش متحد کننده بسیار بسیار جایگاه برجسته‌ای پیدا کرد. اما کشور رو نخست وزیر می‌گرداند و پارلمان. این پادشاهی ها به جای موندند، پادشاهی هایی که پذیرای روند دموکراسی خواهی در جهان شدند، مدرنیته رو پذیرفتند، ساختارهای سیاسی مدرن رو پذیرفتند و گسترش پیدا کردیم چنین نوع پادشاهی هایی به کشورهای مانند دانمارک در سرتاسر اسکاندیناوی و پدیده‌ای رو فرا به وجود آورد که ما امروز اونها رو به عنوان حکومت‌های بسیار بسیار دموکراتیک می‌شناسیم. بسیاری از تواناترین دموکراسی‌های جهان امروز ساختار پادشاهی دارن، ساختار جمهوری ندارند. اما در کنار اونها برخی از این پادشاهی‌ها در برابر چنین کوششی، برابر اون چی که ماگناکارتا آغاز کرده بود، ایستادگی کردند و مانند فرانسه دستخوش انقلاب شدند و جمهوری به جای پادشاهی نشست. اینک در دنیا ما چند مدل فرمانروایی داریم. یک مدل فرمانروایی جمهوری پارلمانی است. جمهوری‌های پارلمانی، جمهوری‌های دموکراتیک، حالا پارلمانی یا به شکل مدل ایالات متحده آمریکا، در دنیا بسیار هستند. آمریکا یک مدل جمهوری غیر پارلمانی است، یعنی رئیس جمهور رو مردم با رأی مستقیم انتخاب می‌کنند و نه پارلمان. پارلمان رقیب رئیس جمهور است، در حالی که در کشوری مانند آلمان صدر اعظم که همان حالت نخست وزیر رو داره به جای، یعنی رئیس جمهور تشریفاتی وجود داره و صدر اعظم، اینها بر پایه رأی پارلمان هست، یعنی انتخابات انجام میشه و اگرچه مردم رأی میدهند به صدر اعظم، ولی در واقع این توازن نیروهای سیاسی جامعه است که کسی رو صدر اعظم میکنه. نمونه برجسته اون هم در خاورمیانه اسرائیل هست که پارلمان هست که، یعنی نیروی چیره بر پارلمان هست که میتواند کسی رو نخست وزیر بکنه. ما امروز در دنیا چند نمونه جمهوری ویژه تیپ آمریکا و فرانسه داریم. اینها جمهوری هایی هستند که رئیس جمهور دارای توانایی بسیار بسیار بالایی است، مانند یک پادشاه خودکامه، اما خودکامه نیست. پاره از جمهوری های دیگر مانند اتریش، آلمان، اسرائیل، کشورهای از این دست، رئیس جمهور کاری نیست. رئیس جمهور مانند پادشاه تشریفاتی است و نخست وزیر و پارلمان کشور رو اداره می کنند. اینها مدل های فرمان روایی امروز در جهان است. پادشاهی های دموکراتیک هم در دنیا داریم، از جمله در همین آسیای خودمان که بهترین نمونه آن ژاپن است، که امپراتوری که در زمانی همتای خدا بود امروز یک جایگاه تشریفاتی در کشور دارد و کمتر در سیاست دخالت می کند و نخست وزیر ژاپن است که این کشور رو اداره می کند. اما در این دوران مدرن، همون گونه که به درستی این دوست از دست رفته ما آقای دانش همایون می گفتن، ما با پدیده تازه‌ای هم در دنیا روبرو شدیم. جمهوری هایی که از هر حکومت خودکامه پادشاهی 100 بار بدتر بودند و هستند.
اینها جمهوری های پادشاهی هستند، جمهوری های خودکامه هستند. و افزون بر اینها امروز ما در دنیا روی هم رفته چند مدل جمهوری داریم که این جمهوری ها به راستی جمهوری نیستند، یعنی جمهور مردم در گزینش این رئیس جمهورها یا اداره این کشور به صورت جمهوری هیچ نقشی ندارند. در آفریقا ما با جمهوری های روبرو هستیم که این جمهوری ها بر یک نیروی نظامی استوار هستند. کودتایی کسی رو رئیس جمهور می کند و کودتایی کسی رو از ریاست جمهوری برکنار می کند. بیشتر کشورهای آفریقایی تقریبا می توان گفت در درازای سده 20 یا از هنگام استقلال از میانه سده 20 پس از جنگ جهانی دوم این گونه اداره می شدند. رفته رفته است که ما با گسترش دموکراسی در آفریقا روبرو هستیم، کم یا بیش، ولی روی هم رفته می توان گفت که بیشتر جمهوری ها در آفریقا جمهوری هایی بوده که این جمهوری ها صورت دموکراتیک نداشته. یکی از برجسته ترین اونها دولت مصر است که پادشاهی خاندان فاروق و خاندان پادشاهی رو یک شورش نظامی برانداخت و جمال عبدالناصر به قدرت رسید و از آن پس این ریاست جمهوری در حزب بعث انحصاری شد تا اینکه شورش سیاسی گسترده‌ای که در خاورمیانه به نام بهار آزادی در گرفته بود از جمله در مصر حسنی مبارک رو برانداخت، ولی دیری نپایید که به جای حسنی مبارک کسی امروز رئیس جمهور مصر است که بناست تا پایان عمر رئیس جمهور مصر باقی بمانه و رهبر ارتش بوده و امروز هم بدون نیروی نظامی نمیتواند کشور رو اداره بکنه. این نوع جمهوری ها در گوش و کنار جهان زیاد هستند و جمهوری های هستند بر پایه یک نیروی نظامی. هیچ ارزشی هم این نام جمهوری ندارد، یعنی مردم در گزینش رئیس جمهور ظاهرا شرکت میکنند، رأی میدهند، اما این رأی اونها به راستی رأی است بر پایه آنچه که در کشور چیره بوده. برخی جمهوری ها هم جمهوری های به راستی پادشاهی هستند، یعنی از در یک خانواده این جمهوری موروثی می شود که یک نمونه برجسته اون کره شمالی است و یک نمونه دیگر اون در سوریه است که از پدر به پسر رسیده و مردم هیچ جایگاهی در این کشور ندارند. پس از انقلاب اکتبر ما با مدل‌های تازه جمهوری هم روبرو شدیم. جمهوری سوویتیک، جمهوری‌های شورایی. جالب این است که چند روز پیش، یعنی در ششم خرداد، 99 سالگرد بیانیه‌ای بود که در رشت میرزا کوچک‌خان منتشر کرد و دولت ایران را دولت شوروی اعلام کرد. جمهوری شورایی، جمهوری شوروی 99 سال پیش در رشت آغاز شد و در رشت از میان رفت. و شاید یک برنامه‌ای در برگشت تاریخ در این باره داشته باشم، ولی بر روی ما هم اندکی این رو آزمایش کردیم در ایران که یک جمهوری سوویتیک داشته باشیم به شیوه دولت شوروی. این جمهوری ها جمهوری های آسیایی، سوسیالیسم آسیایی بودند. هیچ پیوندی با جمهوری به این مفهوم که این رئیس جمهور کشور رو مردم برگزیده باشند نداشتند. استالین نزدیک 30 سال رهبر حزب و رئیس کشور و رئیس جمهور شوروی و همه اینها بود و هر کاری که میخواست میکرد و یک خودکامی خونریزی به شمار میامد. امروز در دنیا ما دیگر با این گزینش روبرو نیستیم که پادشاهی میخواهیم یا جمهوری. این راه ها تقریبا برگزیده شده، یعنی آن کشورهایی که در درازای این 100 سال گذشته ساختارهای پادشاهی بودند و دموکراسی رو پذیرفتند، در این کشورها پادشاهی همچنان خواهد ماند و هیچ نیازی هم به دگرگونی این پادشاهی های نیست. نیازی به این که ملکه الیزابت و خاندان او رو از پادشاهی به کنار نهیم یا در
دانمارک و کشورهای اسکاندیناوی انقلابی بشود و پادشاهی رو در اونجا از میان ببریم، یا در ژاپن وجود نداره. در ژاپن نمونه برجسته است که خود امپراتور به سود فرزندش از کار کناره گرفت. این پادشاهی ها پادشاهی هایی هستند که بیشتر صورت تشریفاتی دارند و نیازی به دگرگون کردن اونها نیست، زیرا که اینها پادشاهی هایی هستند که دموکراسی رو پذیرفتند و نخست وزیر در این کشورها یا پارلمان در این کشورها این کشور رو اداره میکنه. آن جمهوری هایی هم که به دموکراسی از دل دموکراسی پدیدار شدند، مانند ایتالیا، فرانسه، سرتاسر کشورهای آمریکای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، اگرچه اینجا و آنجا کسانی رو برمیگزینند، از جمله در خود همین ایالات متحده آمریکا که این آدمها پایبند برخی از اصول دموکراسی نیستند، ولی روی هم رفته این کشورها بر پایه دموکراسی اداره میشوند. روزنامه‌نگاری آزاد است، پارلمان دگرگون میشود، مجلس رو دست به دست میگردانند، از این حزب آن حزب یا گروه های کوچکی میتوانند وارد ساختار پارلمانی بشوند و اینها دموکراسی های شکل گرفته هستند. بنابراین ما در دنیا با دو فرماسیون پذیرفته شده یه دموکراسی روبرو هستیم: جمهوری هایی که دموکراسی هستند و بر پایه نظام پارلمانی اداره میشوند، که شاید تنها نمونه خاورمیانه اون در ترکیه باشد با همه گرفتاری هایی که این دولت کنونی، رئیس جمهور کنونی ترکیه دارد، ولی روی هم رفته دولت ترکیه از مدل های دموکراسی پیروی می کند و این یکی از دستاوردهای بزرگی بود که باید گفت امتیاز اون رو به آتاتورک داد، که توانست کشور عثمانی رو به کشور روی هم رفته دموکراتیک تبدیل کنه. اگرچه امروز می دانیم که در ترکیه بسیاری از سنگرهای دموکراسی رو آقای اردوغان ویران کرده، ولی روی هم رفته هنوز هم در این کشور مردم می توانند بروند رأی بدهند و شهردار استانبول رو در مقابل رئیس جمهور از گروهی انتخاب کنند که در برابر رئیس جمهور ایستاده. اینها پدیده های مثبت دنیاست. بنابراین چه در اون پادشاهی هایی که این پادشاهی ها فرماسیون ها یا مدل های دموکراسی رو پذیرفتند و ماندگار هستند، و چه در جمهوری هایی که پایبند به ساختار پارلمانی یا پایبند به حقوق و قانون هستند، اینها مدل های پذیرفته شده در جامعه بشری است. اگرچه ما در دنیا تا به امروز جز در یک مورد کوتاهی بازگشت پادشاهی رو نداشتیم، یعنی موردی نبوده که اون هم باز میگردد به دوران کرانول در بریتانیا، ما نمونه ای نداشتیم که پادشاهی به راستی بازگشته باشد. کسانی اسپانیا رو مثال میزنن، در اسپانیا فرانکو هرگز پادشاهی رو پایان نداد، پادشاه رو به گونه‌ای در سکه خوابونده بود که زمانی دوباره این پادشاهی رو برگردانه، و به همین گونه هم بود. پادشاه کنونی اسپانیا یا پدر ایشان با پشتیبانی فرانکو به پادشاهی بازگشت. اما در هیچ کجای جهان پادشاهی هایی که برانداخته شدند، مانند یونان یا افغانستان یا دیگری کشورها، نتوانستند به پادشاهی بازگردند. بنابراین ما امروز در برابر این پرسش قرار داریم که در کشوری مانند ایران به راستی چگونه حکومتی وجود دارد. اجازه بدهید که پاسخ این پرسش رو در بخش دوم برنامه دنبال کنم، یعنی شما رو به این سفر تاریخی ببرم که ما در تاریخ ایران چگونه پادشاهی های دراز مدتی داشتیم و امروز دولت مطلقه آقای خامنه ای چه جایگاهی در این ساختار دارد و ما برای ساختن یک ایران دموکراتیک در آینده چه مدلی رو بهتر است که برگزینیم. ترانه ای است که کارگردان برنامه برای ما برگزیدند و به اون نگاه کنید و سپس من برنامه رو پی میگیرم. Thank you.
سخنی با تو و گفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. سخن گفتن و از جام نگاهت، من مست چنانم که شنفتن نتوانم. شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه، گردامن وصل تو گرفتن نتوانم. با پرتو به ماهایم و شد سایه دیوار، گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم. دور از تو من سوخته در دامن شبها، چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم. چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم. فریاد ز بی‌مهریت ای گل که در این باغ، چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم. چشم سخنگون تو بشنو ز نگاهم، دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم. دارم سخنی با تو گفتن نتوانم. با سپاس فراوان از این گزینش بسیار بسیار زیبای آقای بهروز کارگردان برنامه، و اگر من میدانستم که ایشان بناست آهنگی به این زیبایی رو پخش کنن، میگفتم به جای برنامه من شاید بهتر است که این نوع آهنگ ها رو پخش کنن، مردم بیشتر شاد باشن تا بر روی این سخنان رو که شاید جنبه های آموزشی داشته باشد بشنوند. بر روی بازگردم به رشته گسسته سخن. راستی این است که امروز در دنیا ما با دو مدل دموکراتیک پذیرفته شده روبرو هستیم. پادشاهی هایی که دموکراتیک شدن و شاه در اونها یا ملکه در اونها دارای جایگاه تشریفاتی است، و جمهوری هایی که دموکراتیک هستن. تفاوت چندانی میان اینها در دنیا وجود ندارد. یعنی دولت انگلستان، بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا، اینها کشورهای
دموکراتیک هستند، جدا از اینکه پادشاهی هستند یا جمهوری. اما میراث دیگری به دنیا رسیده و باقی مانده، بخشی از اون جمهوری های دروغینی هستند که همچنان بازمانده دوران آسیایی هستند، مانند دولت این جوانک در کره که پدر بزرگش با رئیس جمهور بود، پدرش رئیس جمهور شد و خود ایشان هست و شاید هم پس از او فرزندی به بار بیاورد و او هم بشود رئیس جمهور. نمونه دیگرش در همسایگی خود ماست، در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، جمهوری که نام آذربایجان رو در واقع به سرقت بردند در دوران شکل گرفتن دولت اتحاد جماهیر شوروی، ولی به هر روی در اینجا هم از پدر به فرزند رسیده. پدر دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان بوده، فرزند او امروز رئیس جمهور شده و چه بسا فرزند او هم باز رئیس جمهور بشود. در این خاورمیانه ما، ایران ما و پیرامون ما، ما با یک گرفتاری تاریخی روبرو هستیم. نخست اینکه بخشی از کشورهای خاورمیانه، کشورهای عربی خاورمیانه، عربستان و کشورهای تازه پدیدار شده امارات و قطر و دیگر کشورهای این منطقه، کویت و اینها، اینها پادشاهی های تقریبا میتوان گفت عشیره‌ای هستند. وهابی ها در عربستان به قدرت رسیدند و این خاندان وهابی امروز در عربستان چیرگی دارد. یک گروه کوچکی میلیاردرها و ثروتمندان بسیار بسیار توانا در دنیا، اینها عربستان رو با پشتیبانی دولت‌های غربی اداره می‌کنند. امارات رو، دولت‌های امارات رو بریتانیا به وجود آورد. ساخته و پرداخته دولت بریتانیا است برای نفت. کویت، قطر، عمان، دیگران، اینها کشورهایی هستند که در اونها یک خانواده پادشاهی دارد. یک خانواده عشیره‌ای. دست کم در دوران مدرن ایران ما از خاندان عشیره‌ای ایلی مانند قاجار جدا شدیم و در دوران پهلوی یک ساختار نسبتاً کاملا غیر ایلی رو به عنوان پادشاهی پذیرفتیم. پادشاهی همچنان از پدر به پسر میرسید، اما دسته ایلی بر جامعه دیگر چیره نبود. ولی در عربستان و دیگر کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس ما همچنان با این گونه پادشاهی های خودکامه روبرو هستیم که حقوق مردم در اونجا جایگاهی ندارد. مجلس و پارلمان و چیزهایی از این دست رو بهایی نمیدهند. در عربستان 2 سال پیش به زنان حق رأی دادند، اما مردان عربستان هم رأی اونها دارای ارزش نیست، تا چه برسد به زنان که تازه اجازه رانندگی هم پیدا کردند به شرط اینکه مرد هم در ماشین باشد. و به هر حال گرفتاری هایی که جامعه فرومایه و واپسمانده عربستان با اون روبرو است. این یک مدل فرمان روایی است در پیرامون ما. در خود کشور ما ظاهراً انقلاب 57 پادشاهی رو برانداخت و ظاهراً جمهوری رو به جای اون نشوند. ولی چگونه جمهوری؟ یک جمهوری در نام. من بارها و بارها کوشیدم که از این واژه جمهوری اسلامی استفاده نکنم، ولی بر روی نام این کشور است، نام این دولت است، نام کشور نه دولت است، نمیتوانم بهره نگیرم از اون. اما چیزی که در این جمهوری نیست، جمهوری است. نگاه کنید 10 سال پیش، درست 10 سال پیش بود که انتخابات 88 پیش آمد و آقای احمدی نژاد با تقلب، با پشتیبانی رهبر، رأی آقای موسوی رو کنار نهادند و دور دوم ریاست جمهوری خودشون را آغاز کردند. همین آقای روحانی اگر پشتیبانی آقای خامنه‌ای نباشد 2 روز هم نمیتوانند رئیس جمهور باقی بمانند. چیزی در کشور ما وجود ندارد جمهوری است. ما با یک حکومت ولایی روبرو هستیم. در عربستان با حکومت عشیره‌ای روبرو هستیم، در ایران با حکومت ولایی، حکومتی که ولی فقیه پایه‌گذار اون بوده برای 10 سال آقای خمینی. و اگر میتوانست شاید احمد آقا رو جانشین کرده بود. البته احمد آقا بعد از انقلاب عمامه گذاشته بود اصلا، یا در جریان انقلاب اصلا آدم عمامه ای نبوده، درس دینی نخونده بود، مشکل بود برای آقای خمینی که این کارو بکنه. اگر فرزند دیگرش که بر اساس به دلیل پرخوری در
نجف درگذشت، اگر آقا مصطفی زنده بود شاید آقای خمینی به جای آقای خامنه ای آقا مصطفی رو جانشین خودش میکرد. اما آقا مصطفی که از در هم تو نمی آمد، از بس فربه بود و پرخوری کرده بود، از پرخوری درگذشت، بعد به دروغ گفتن ساواک او رو مسموم کرده، خب نبود در میان که کسی رو به عنوان جانشین آقای خمینی برگزینند. آمدند و در اون شورایی که به وجود آمده بود، آقای خامنه ای رو که فکر میکردن کاری نیست یا توانایی ندارد، او رو ولی فقیه کردند و امروز آقای خامنه ای 30 سال است که شاه ایرانه، خلیفه ایرانه، ولی امر ایرانه. اجازه بدید اندکی به تاریخ نگاه کنیم در این زمان بازمانده. شاه اسماعیل صفوی 14 یا 15 ساله بود که تبریز رو گرفت و پادشاهی صفوی رو آغاز کرد بر گرده 9 طایفه قزلباش و شمشیر خونریز اونها. یک دولت شیعی آغاز کرد که طولانی ترین پادشاهی ایران پس از اسلام است. شاه اسماعیل 23 سال پادشاه بود، از 14 سالگی تا 15 سالگی تا هنگام مرگ او در 37 یا 38 سالگی که بسیاری بر این باور هستند و نوشتارهای تاریخی هم نشان می‌دهند که او در جوانی به دلیل افراد در مشروب خوردن، پادشاه شیعی به دلیل افراد در مشروب خوردن در جوانی درگذشت. فرزند او شاه طهماسب 10 سال بیشتر نداشت و او رو به پادشاهی نشاندن. روشن است که هنگامی که کسی در 10 سالگی به پادشاهی می‌نشیند، این اشراف و بزرگان ایل هستند، سران ایلهای قزلباش هستند، نخبگان دربار هستند، دیوان سالاران جامعه هستند که کشور رو میگردانند تا خود این پادشاه بتواند به جایگاهی برسد. شاه طهماسب یکی از میراث برجسته او که براستی باید گفت گریبان ما رو تا به امروز گرفته، در این بود که به دلیل وفاداری و پایبندی شدید به آیین شیعی، راه رو برای آمدن بزرگان آیین شیعی به ایران باز کرد. این در دوران شاه طهماسب است. البته در دوران شاه اسماعیل برای دوره کوتاهی، بسیار کوتاهی، علامه کرکی به ایران آمده بود، اما از ایران بیرون رانده شد. قزلباشان عملا اون رو بیرون کردن و دوباره شاه طهماسب رو به ایران بازگرداند و یک دستخطی به او داد که گفت ایشان جانشین امامه و ایشان امر این آدم، امر این شیخ شیعی حتی بر من پادشاه هم واجب است و این دستخط رو ما داریم امروز در اسناد تاریخی. به دنبال اون کوچ گسترده بزرگان دین از جبل عامل لبنان، از بحرین، از عراق به ایران آغاز شد و در دوره پادشاهی شاه طهماسب نزدیک به 250 نفر از آدمهای صاحب نام رهبر دین به ایران آمدند و ساختار دینی شیعه رو اونها در واقع پرورش دادند. تا اون زمان در ایران ما مدرسه دینی شناخته شده یا حوزه علمیه نداشتیم. نخستین حوزه علمیه در دوران شاه طهماسب به وجود آمد. این میراث پادشاهی شاه طهماسب. 31 سال پادشاه بود، 10 سالگی به پادشاهی رسید. پوزش میخوام، 42 سال پادشاه بود، 10 سالگی به پادشاهی رسید و در 52 سالگی درگذشت. دستاورد پادشاهی او در این 42 سال این بود که ساختار روحانیت شیعه رو در ایران همتراز و هم وزن پادشاهی کرد، به اون اعتبار بخشید. وجود نمی داشت اصلا ساختار روحانیت در ایران نبود، چه شیعی چه اهل سنت. روحانیانی بودند اینجا و اونجا، اما این ساختار روحانیت شیعی در دوره شاه طهماسب به صفوی شکل گرفت. او 42 سال پادشاهی کرد. شاه عباس، نام‌آورترین پادشاه صفوی، میگویند شاه عباس بزرگ، چون کارهای بزرگی در دوران او در ایران انجام گرفت و به راستی باید گفت دوران آرامش ایران بود، او هم 41 سال پادشاهی کرد. بنابراین نخستین پادشاه صفوی
شاه اسماعیل 23 سال، شاه طهماسب 42 سال و شاه عباس 41 سال پادشاهی کرد. ما دیگر پادشاهی هایی از این دست نداشتیم تا دوران قاجار. آقا محمد خان قاجار بیشتر از 3 سال نتوانست پادشاهی کند و برادرزاده او فتلی شاه قاجار به پادشاهی رسید. فتلی شاه، خب درباره او سخن بسیار گفته شده، من هفته آینده یا برنامه آینده بیشتر به این خواهم پرداخت. حرم سرای او، شمار زنان او، برخی این شمار رو تا 1000 نفر نوشتن، ولی دست کم می‌داریم تا 500 نفر همسر داشته و دست کم 300 فرزند از او به جای مانده، دختر و پسر. دست کم 300 نفر که در تاریخ ها آمده. ایشان فتلی شاه 37 سال پادشاهی کرد و پس از فتلی شاه طولانی ترین پادشاه تاریخ ایران ناصرالدین شاه قاجار. ناصرالدین شاه قاجار نزدیک به نیم صد پادشاهی کرد، تا آستانه 49 سال پادشاهی کرد. البته میگویند سلطان سابقران چون به تاریخ قمری نگاه میکنند و در تاریخ قمری در آستانه 50 سالگی بوده، ولی به تاریخ خورشیدی که 11 روز کمتر است، او 48 49 سال پادشاهی کرده و سپس به دست میرزا رضای کرمانی کشته شده. در دوران پهلوی پادشاهی ها کوتاه‌تر بوده، رضا شاه 16 سال و فرزند ایشان محمد رضا شاه 27 سال پادشاهی کردند. آقای خامنه ای 30 سال است که شاه ولایه ایرانه، یعنی از هر شاهی خودکامه تر هست. رضا شاه و محمد رضا شاه در اوج قدرت، توانایی های امر و نهی آقای ولی فقیه حاکم بر ایران رو نداشتند. ایران جمهوری نیست، ایران کشوری است ولایی. از این رو کسانی که میگویند من جمهوری خواه باید نگاه کنم به این گونه جمهوری ها، میگویم اینها جمهوری نیست. همان گونه که امروز در دنیا پادشاهی ها پادشاهی های دموکراتیک شده، جمهوری هم در دنیا به مفهوم جمهوری دموکراتیک و سکولار هست، نه این جمهوری که در ایران وجود داره که آقای خامنه ای امروز 30 سال است که طولانی تر از رضا شاه و محمد رضا شاه عملا پادشاه ایرانه. حالا پادشاه ظاهرا سلطنت میکرده، ایشان بالاتر از سلطنت هست. میگفتن خدا شاه میهن، خدا اول بوده شاه و میهن. امروز آقای خامنه ای خود نماینده زنده و مستقیم خداست. بنابراین ما با یک جمهوری در ایران روبرو نیستیم، ما به یک جمهوری در ایران نیازمندیم، یک جمهوری مانند جمهوری های دموکراتیک دیگر در جهان. اجازه بدهید که چون به پایان برنامه رسیدیم، من این سخن رو به پایان برسانم و با شما بدرود بگویم تا برنامه دیگری که با هم خواهیم داشت. سپاسگزارم.